من میریزد اما مرده اوست، جسم من زخمی ولی افسرده اوست، من میان موج و طوفانم ولی آن که از این در سینی خورده اوست. من بهارانم خزان خسته و هرچه من بالنده تر پژمرده و همیشه آرزومونه که فرصتی دست بده شما خودتون واقعا هر کدومتون یک تاریخچه هستید و انقدر ماشاءالله خاطره و صحبت داری، انشاءالله که فرصتی بشه که تک تک اینها رو در زمانهای مختلف بشنویم از زبانتون. مادر باغبان، شما لطف کنید برای ما بگید که بعد از اینکه فرزندانتون شهید شدن آیا پیکرهای پاک اونها رو تحویل گرفتید؟ بعد آیا تونستید براشون مراسمی بگیرید؟ با این داغ چه کردید؟ اولا که من خودمم از سال 57 که رفته بودم تو سازمان دیگه، منم یک مجاهد بودم، زنده باد، دوش به دوش بچه هم کار میکردم. یعنی این نبود که مثلا به عنوان یک مادر، من هیچ به خودم یک مادر حساب نکردم، همیشه یک سرباز یک مادر مجاهد حساب میکردم و میکنم، چون الان هم که رزمنده هستم دیگه. درود بر شما. ولی وقتی که بچه هم شهر شدن، پسر بزرگی هم، من که فراده بودم، یعنی همه خانواده، چهار تا بچه، همسرم و خودم فراده بودیم. یک پسرم هم حسین باغبان روحش شد تو چیزا درگیری ها شهر شد. پسر بزرگم سال 59 اسمش احمد بود، وقتی که رفت تبریز، اون تبریزی شده براش اتفاق افتاد. سال 59 دستگیر شد به اول مهر. وقتی هم خواست خودش بره، گفت ماما من میرم، اگر یه روز دیدی من نیومدم، خداحافظی میکرد، گفت من اگر دیدی یه روز نیومدم، بدون من زندانم ها، نه دم زندان گیری کنی، التماس کنی. گفتم نه احمد، تو بمیری هیچ وقت نمیام برای دشمن زانو بزنم، برو راحت برو، هیچ نمیام دنباله. من 7 ماه نرفتم دیگه، واقعا رو حرفم وایستادم، چون بهش گول داده بودم به پسرم. اگر بخوام تو چیز تعریف کنم خیلی طولانی میشه. خلاصه ملاقاتم دادن، گفتن چیز کرده، در تنبه ملاقات نداره. یه بار رفتم دوباره ملاقات کردن، دادن گفتن چیزه، نمیتونه ببینی، 2 سال بدون ملاقاته. آخرش یه روز به من گفتن که تو انگشت نگار پسرت بیار، ما بگیم کجاست، تو بگو کدوم کتابا رو میخون، ما بگیم کجاست. من چی میدونم کدوم کتابا رو میخون؟ من نمیدونستم یه روز ما انقلاب میکنیم، در انگشت بچه ها ما دست هاشون رو انگشت نگاری میکردیم، نگه همی داشتیم برای امروز برای شما ها. اینگاه که اون دشخیم ها گفتیم؟ بله اون دشخیم ها گفتم، دشخیم معاون زندان ها بود. بله دیگه خیلی عصبانی شد به من، با دستش رو هم بلند که گفت برو برو برو، ما نمیدونیم کجاست. خلاصه موفق نشدم دیگه، ندیدمش. خلاصش بعد که شهید شد، کی شهید شد؟ چه سالی؟ سال 60 شهید. سال 60 شهید. بله. بعد تونستیم براشون مراسم بگیریم؟ نه اصلا خودمون اصلا جا نداشتیم که، آواره بودیم در مختلف، از این شهر به اون شهر، از این هوادارا از این هوادارا کمک میگرفتیم، چون چیز نداشتیم، جا نداشتیم، جا مکانی نداشتیم. مادر هاجر، شما الان اشاره کردن به نوعی هم مادر باغبان هم مادر قدسی، از اون چه که دست همون بدو پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و روی کار اومدن خمینی، این دجال جنایتکار با فرزندان این انقلاب کرد. میخوام شما نمونه اگر دارین از فشارهای این رژیم بر خانواده های شهدا برای بینندگان ما بگید. والله رژیم خمینی به همه خانواده های شهدا
این که مسلمه فشار می آورد به هر نوع، به هر وضعی. توی خونه ها می ریخت، توی خونه ما هم همچنان مثل خونه های دیگر ریختن و بچه ها را ترمار می کردن، می زدن، خودمون رو هول می دادن، فشار روی من می آوردن، فشار روحی می آوردن. در زندان ها که می رفتیم برای ملاقات بچه مون هول مون می دادن، مادرهای دیگر هم بودن اونجا، خانواده های شهدا، خواهر، برادر. خب مثلا به ما می گفتن که شما بچه هاتون دوتا منافقه، یکی این که کردستانی هن، یکی چون کردستانی هن، یکی این که منافق شدن. خب خب باباشونم انکار میکرد، باشون صحبت میکرد، میگفت شما حق ندارید به هیچ عنوان به بچه های مجاهد من بگید که شما منافقید. تمام شهر میشناسن، هم من و هم بچه ها رو میشناسن، اینا مجاهدن، اینا اهل قرآنن، اهل نهج و بلاغه، اهل علمن، اهل فلانن. یا خانواده های دیگر همونطوری فشار می آوردن، تهدید می کردن، دخترها رو تهدید می کردن، به خصوص منطقه کردستانات تهدید می کردن دخترها رو که پیام این شهدا فراگیر نشه. بله، خفه می کردن دیگه، بخاطر مثلا نمی زاشتن، تعهد گرفتن از ما که نباید، نه تنها ما، از خانواده های دیگر هم که من میشناسم، هم توی کرمانشاه هم توی سنندج، تعهد میگرفتن که نباید براشون فاتحه بذارید، نباید براشون مسجد برید. مثل همین امروز، همین امروز بله. هم همین کارو میکنن با همین مادران قیام. بله بله بله، اینا از روزی که اولین روزی که اومدن سر دور، در جلیتشون رو از همون اول شروع کردن. بله، با همون احساسی که نداشته، با احساس نداشته خود خمینی دجال به تمام انسانای روی زمین ظلم کردن. مثلا دو تا برادر بودن که قشنگ میشناسم اینا را، چون یک بار عکس انداخته بودن با سلاح و اینها، برای خوشی خودشون همینطوری انداخته بودن، از دوستشون گرفته بودن، جفتشون رو شش ماه گرفتن، دو تایشون با هم کشتن، در صورتی که مادر و پدر و مادرشون میرفتن اهواز و آبادان، اونجا کار میکردن که این بچه ها رو بزرگ کردن. اینه بده، این نمونه ها یکی و دوتا نیست، 120 هزار تا شهید مجاهد دادیم. هر کسی که آزادی خواه بود، هر کسی که نه گفت به خمینی و رژیم خمینی، و هر کسی ولایت فقیه نخواست باید میرفت، اینطور بهشون پاسخ داد. آره، بعد الحمدلله که بچه های نه تنها ما، همونطوری که میشنویم و شنیدیم، نه گفتن این رسم در رسم در بله، همین که الان برادرمون علی صرمی یا نفرات دیگه که الان حضور ذهن ندارم توی زندان هستن، نه میگن و به پیام میفرستن بیرون که ما ایستادیم، شما هم بیستید. و همچنان چون رژیم چیزیش نمونده، پا به گور شده دیگه، یعنی پوکه توش دیگه، امروز و فرداشه. و پشتمون به کوهی همچون برادر مسعود گرمه، و انتظار داریم مردم ایران هم از اون سر بلندشن، جوانا، مادرها، همونطوری که نمونه هاشو داریم، بلندشن و قیام کنن، و ما هم در اینجا آماده ایم و همه پشت با هم به همه با هم اینو سرنگونش کنیم انشاءالله، پیش به سوی فیروزی. ما همه با هم هستیم، ملت بی شکستیم، ما همه با هم هستیم، 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 ملت بی شکستیم، ما